دریای سرخ، مسیری که با ادامه حملات حوثی‌های یمن کماکان برای کشتی‌های تجاری ناامن است. حملاتی که به گفته واشنگتن تهران در آنها نقشی حیاتی دارد. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در گفتگو با CNN گفت بدون حمایت جمهوری اسلامی حوثی‌ها برای ردیابی کشتی‌ها در دریای سرخ و دریای عمان با مشکل مواجه می‌شوند. او گفت اطلاعات آمریکا که از حالت محرمانه خارج شده نشان می‌دهد جمهوری اسلامی به حوثی‌ها سیستم‌های نظارتی ارائه کرده که به آنها در دریا امکان فعالیت نظامی می‌دهد. پیشتر هم نشریه وال استریت جورنال گزارش داد که یک کشتی جاسوسی ایران به حملات مستقیم شبه نظامیان حوثی یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ کمک می‌کند و فشارها بر اسرائیل و آمریکا برای اقدام علیه این شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی افزایش یافته است. بنابر این گزارش، واشنگتن از اسرائیل خواسته که ارتش آمریکا به جای اسرائیل به حملات حوثی‌ها پاسخ دهد تا از اقدامی که می‌تواند درگیری اسرائیل با حماس را گسترش دهد جلوگیری شود. حوثی‌های یمن مدعی‌اند که تنها کشتی‌های مرتبط با اسرائیل را هدف قرار می‌دهند. اما از دید آمریکا این حملات تبعات به مراتب گسترده تری دارند. خیلی مهمه که بدونیم حوثی‌ها تنها به یک کشور حمله نمی‌کنند. اونا در واقع با حمله به جامعه جهانی رفاه و بهروزی اقتصادی کشورهای جهان رو هدف گرفتند. بنابراین اونها در شاهراه جهانی دریای سرخ عملاً بدل به راهزن شدند. نیروهای فعال در عملیات نگهبان بهروزی در قالب کشتی‌های امنیت شاهراه‌ها عمل خواهند کرد و به تقاضای کمک کشتی‌های عبوری در خلیج عدن و دریای سرخ پاسخ می‌دهند. این یک ائتلاف دفاعیه با این هدف که به کشتی‌های تجاری اطمینان بده که جامعه جهانی برای کمک به اونها در اونجا حضور داره. در ادامه تلاش‌های آمریکا برای تشکیل این ائتلاف، پنتاگون اعلام کرد که تاکنون بیش از 20 کشور به این ائتلاف پیوستند. البته با اما و اگرهای بسیار. چرا که تاکنون تنها بریتانیا و یونان حضور تمام و کمال خود را در این ائتلاف اعلام کردند. فرانسه ضمن حمایت از تلاش‌ها برای تضمین آزادی تردد در دریای سرخ اعلام کرده که نیروهایش تحت فرماندهی ارتش این کشور عمل خواهند کرد. ایتالیا اعلام کرده که نیروهایی را به منطقه اعزام می‌کند، اما در چارچوب عملیات موجود، نه برای شرکت در عملیات اعلام شده توسط آمریکا. اسپانیا هم اعلام کرده که تنها در عملیاتی به رهبری ناتو یا اتحادیه اروپا شرکت می‌کند. مشارکت هلند، نروژ، دانمارک و استرالیا هم در این حد است. اعزام 1 تا 10 افسر نظامی به بحرین. البته بدون اعزام کشتی و دیگر ادوات رزم دریایی. آمریکا بسیار بعید به نظر می‌رسد به رفع نگرانی و سردرگمی شرکت‌های بزرگ حمل و نقل کالا و سوخت منجر شود. محمد رضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران، روز شنبه به اسرائیل و حامیانش در آمریکا و اروپا هشدار داد که به زودی باید منتظر بسته شدن دریای مدیترانه، تنگه جبل الطارق و سایر آبراه‌ها به روی کشورهایشان باشند. تهدیدی که در صورت عملی شدن به معنای گسترش تبعات ادامه جنگ غزه به فراسوی خاورمیانه خواهد بود. محسن ایزدی، لندن.